if you want to get out of those small bras, you're going to have to do the same exercise and technique I do. There's an exercise? Of course there is. You hold your arms out like this and you say, I must, I must, I must increase my bust. I must, I must, I must increase my bust. Does that really work? I'm living proof. Now come on, get up, get up, get up, get up. You'll see, get up. I must, I must, I must increase my bust. I must increase my bust. Chin up. We must increase our bust. We must increase our bust. We must increase our bust. Shut up. You're so stupid. Shut up. I feel it working. من فیلمنامه نویسم برای پیدا کردن یه ایده خوب. معمولا باید فکر بکنیم به این که چه موقعیتی میتونه حکم یک ستون فقرات رو داشته باشه، حکم دی ان ای رو داشته باشه برای اون قصه، تا همه چیز روی اون سوار بشه. اما هیچ وقت فکر نمی کردم که پریودی بتونه همون نقطه باشه که یه فیلمنامه نویس بخواد بر اساس پریودی یک دختر بالغ فیلمنامه‌ش رو سوار بکنه و یه همچین چیزی بنویسه. خدای اونجایی منم مارگارت فیلمیه که بر اساس همین ماجرای پریودی دخترها قصهش بنا شده. من خیلی این فیلم‌ها رو دوست ندارم، احساس میکنم یه جوری سانتیمنتالن و زیادی میخوان روی احساسات نوجوان‌ها سواری بگیرن از مخاطبشون، ولی فیلمیه که میشه دید. حالا این یه شوخی بود من با فیلمنامه کار داشتم، اما ماجراهای جذابی رو توی این فیلم میتونید ببینید. سعیمون اینه که باز هم اسپویل نکنیم. حسن، من بیشتر از این که فیلم رو از منظر تغییرات فیزیولوژیک یه دختر نوجوان چقدر تو با عدلی آبروی ما رفت. همین که حسن گفت، منم منظورم همین. یعنی میخوام بگم فیلم به نظر من بیشتر از این که از این منظر باشه، یه منظر اعتقادی داره. یعنی ما با یه دختری مواجهیم که از اول فیلم رابطه جدی با خدا داره و باش حرف میزنه، همه آرزوهاش، همه توقعاتش از آدمها، توقعاتش از وضعیتی که باش مواجهه، اینا رو با خدا حرف میزنه، روزانه با خدا حرف میزنه. و اسم فیلم هم که همینه، یعنی اسم فیلم با اینکه خیلی طولانیه ولی هدفش دقیقا همین بوده که رابطه این آدم با خدا رو از اول به ما نشون بده. و نکته جالب دیگه اینه که دختره با اینکه دعاهایی که میکنه خیلی وقتا برآورده نمیشه و توقعاتی که از خدا داره برآورده نمیشه، اما رابطهش با خدا رو هیچ وقت کنار نمیذاره. یه دوره هایی قهر میکنه ولی دوباره برمیگرده. و اون ماجراهای فیزیولوژیک هم به نظر من در بستر همین رابطه با خدا اتفاق میفته. نکته بعدی توی فیلم اینه که فیلم میخواد یه نقد جدی به یا علیه نهاد دین داشته باشه. یعنی به ما نشون میده که خانواده های این دختر، خانواده های پدری و مادریش به جون هم میفتن که هر کدومشون اینو بکشن سمت خودش و به دین خودشون در بیارن، یهودی و پروتستان. و این دختره اتفاقاً از، یعنی اونها دارن یه کار ایمانی به نظر خودشون انجام میدن که یک نفر رو به این دایره ایمان خودشون اضافه کنن، و اتفاقاً دختره از همین هرسش میگیره و از همین آزار میبینه و باعث میشه که از کلیت نهاد دین، از کلیت دینهای موجودی که میخوان ما رو به سمت خودشون بکشونن و هویت ما رو بسازن فاصله میگیره. و در این حال نقطه کمال فیلم همینجاست که در این حال دختره اون رابطش با خدا رو همچنان حفظ میکنه، باعث نمیشه که از کلیت دینداری و ارتباط با خدا
فاصله بگیره. تو حوزه نگارش به نوشتن قصه و داستان و اینها هم تا حالا دست بردی؟ من یکی دو بار یه کارایی کردم ولی احساس کردم که به درد قصه گویی نمیخورم، خودم معطل نکردم. این قصه چه ویژگی رو داره که تو احساس نمی‌کنی که یک فیلم شعاری دین زده تبلیغ مذهب یا ضد مذهبه؟ چون من ضد مذهب بودن رو تو این قصه نمیتونم وزنش رو سنگین کنم، بگم آقا این کار رو کرده که بگه آی نوجوان این دست تبلیغات دین که پدرت بگه بیا این دین، مادرت بگه بیا این دین رو قبول نکن و برو راه خودتو بگه. من این رو ندیدم، به خاطر همین نکته هم که تو اشاره کردی آخرشون دختر بی خدا نمیشه. چه نکته ای توی همچین قصه وجود داره که این ویژگی حفظ میشه توی فیلم؟ ببین من اگه بخوام این فیلم رو مقایسه کنم با فیلم اینجا چراغی روشن است میرکریم مقایسهش میکنم. یعنی فیلم یه تفکیکی قائل میشه بین دین و نهاد دین، بین رابطه مستقیم با خدا و رابطه با واسطه ادیان رسمی با خدا، و به ما میگه که به اون نوجوانه در حقیقت میگه که ببین خیلی نمیخواد درگیر این بازی ها بشی، تو اگه رابطه با خدا رو میخوای و میبینی که داره کمک میکنه، چون ما تو فیلم میبینیم که این دختره در وضعیتی که هیچکیو نداره از اون وضعیت قبلی جدا میشه، میاد در شهر جدید عملا هیچکیو نداره ولی همچنان خداه سر جاشه و رابطهش با خدا سر جاشه. خب این قابلیت‌های رابطه با خدا رو به ما نشون میده بدون اون دردسرا و بدبختی‌هایی که نهادهای دین میخوان سر این دختر بیچاره بیارن و خودشونو بهش بچسبونن. میخوام بگم این فیلمه دقیقاً هنرش همینه که جدا میکنه این دوتا رو، و همین جدا کردنه باعث میشه که یه فیلم ضد دین نباشه. رابطه با خدا رو خیلی زیبا برای ما نشون میده و اون وجه سانتیمانتال هم که گفتی، ببین بالاخره هر جور نزدیک شدن به عواطف و احساسات میتونه فیلمو سانتیمانتال کنه، و مخصوصا که ما با یه من در آستانه 40 سالگی با یه دختر مثلا چه میدونم در 12 ساله مواجهم، خب معلومه که خیلی از اون احساسات از من دوره و فیلم برای من سانتیمانتال دیده میشه. ولی با این حال من فکر میکنم که فیلمه حتی برای آدمهایی به سن ما هم میتونه یه انگیزش هایی داشته باشه. مثلا من خیلی غصه خوردم که ما هزار تا مسئله از کودکی تا بزرگسالی رو به تنهایی و در غربت ذهنی پشت سر گذاشتیم و هیچ کیو نداشتیم که باهاش حرف بزنیم، که کسی باشه که این درد ما رو درک کنه، ولی این دختره از همون اولین مسائلی که توی زندگی باهاش مواجه شده همیشه کسی رو داشته که بهش بگه آقا من کنارتم. اون روز که از مدرسه برگشت میخواست بره بالا ولی مامانه گفت که بیا بشین حرف بزنیم یا اصلا حرف نزنیم. میخوام بگم همین یه نکته کافیه برای اینکه من حتی اگه باور دارم که این فیلم سانتیمانتاله، در این حال احساس کنم که خب حالا یه چیزی برای من داشته که بشینم نگاش کنم. ما تو داستانهای خودمون و حالا ماجراهایی که تو خانواده‌های ایرانی داریم، این تفرقه افتادن بین خانواده‌ها بر سر اتفاقات مذهبی رو انواع اقسامش رو تجربه کردیم و دیدیم، از نماز نخوندن فرزندای خانواده گرفته تا حجاب دختری که توی خانواده مذهبی و چادری زندگی کرده و الان انتخابش برای پوشش دیگه چادر نیست و حتی اصلا بعضی ها کامل 180 درجه یهویی بر میگردن، گوش دادن به موسیقی، نمیدونم رفتن اصلا به سمت موزیسیان شدن و کار موسیقی کردن، ولی تا الان خیلی توی این موضوعات کار نکردیم. باز به نظرت اگر که بخوایم یه همچین چیزی رو روش دست بذاریم، اصلا این موضوع که آقا دین و مذهب میتونه باعث ایجاد تفرقه تو دل خانواده بشه درسته، یک موضوع حقیقیه یا نه یه تبلیغات ضد دینه؟ به نظر من که موضوع خیلی واقعیه، یعنی اگه بخوایم حالا با این فیلم هم مقایسه کنیم،
اینجا ما با یه وضعیتی مواجهیم که پدر و مادر کاملا پشتیبان آرامش دختره و حق انتخاب دخترن و مامان بزرگ بابا بزرگا هن که میخوان دختر رو مجبور کنن، در حالی که ما تو جامعهمون با خانواده هایی مواجهیم که دنبال اجبار کردن بچه هاشون و حالا از جمله دخترهاشون هستن و این مسئله رو خیلی بغرنجتر میکنه. یعنی اتفاقا ما فیلم هایی میتونیم بسازیم که خیلی جذابتر باشه، خیلی مسئله منتر باشه و بتونن جواب خیلی خوب هم بدن. یعنی من از منظر دینی هم که بخوام جواب بدم، طبیعتا ترجیح هم اینه که اون دختر یا پسر نوجوان خودش بتونه انتخاب کنه و انتخابش دینی باشه. حتی اگه میخواد انتخابش غیر دینی هم باشه، به نظرم ترجیح داره به اینکه بخواد از سر اجبار وضعیت دینی رو انتخاب کنه بعد 4 سال بعد 180 درجه بخواد بچرخه. به نظرم خیلی فیلمای خوبی میتونیم بسازیم. اگه دنبال این هستید که خدا رو پیدا بکنید، اونم از نگاه یه دختر 13-14 ساله آمریکایی که یک طرف یهودیه، به نظرم یکی از پدر بزرگ مادر بزرگش دینش یهودیه و اون یکی چی بود؟ مسیحی پروتستان. و مسیر پیدا کردن خدا رو از نگاه این دختر و از نگاه این نسل ببینید، میتونید خدایا کجایی منم مارگارت رو تماشا بکنید. فیلم خوبیه این یکی، حالا برخلاف اون نکته اولیم که گفتم سانتیمانتال هست، ولی خب فیلم قابل توجهیه، تماشاییه، ببینید. به نظرم با بچه هاتون هم ببینید. یعنی من خودم دو تا بچه دارم، البته خیلی سن و سالی ندارن، ولی همین الان با هم فیلم ها رو میبینیم و خیلی نتایج خوبی داره. یعنی برداشتی که بعضی موقع بچه از یه فیلم میکنه برخلاف اون تصوری که ما داریم و الان اینو ببینه چه اتفاقی میفته و اینها، به نظرم میشه این فیلم رو برخلاف فیلم های ترسناک که معتقد داره اجرایی فیلم های ترسناک هم باید با خانواده دید، این فیلم رو حتما میشه با خانواده دید. ممنون. Do you think any of us will look like that when we're 19?